آدم یعنی اینقدر بی چشم رو؟ اینقدر پر رو؟ خونه زندگی ما گرفتی، بچه هم همه آواره، خودم دارم این کولیا زندگی میکنم، تو بازم حرف داری؟ باز طلبکاری؟ کیه؟ سارا؟ سلام آمان آفا. علیکی سلام لادن خانم. چیه مادر جان، چی بخوای؟ من تصمیم خودم گرفتم. طلاق دیگه؟ نه ماما، میخوام بیام با دانیال زندگی کنم. آره؟ پس بابا چی میشه؟ بابا اصلا مشکلی نداره، میگه اگه دانیال بیاد ازش معذرت خواهی کنه همه چی حل میشه. گریه نکن، گریه نکن، بیا تو بغل من، بیا مادر جان، گریه نکن قربونم. شکل خب سکه چی میشه؟ مهریه؟ مهریه نمیخوام ماما، مامشو میبخشم. آفری آفری قربون اون دختر گلم برم، آفری که تو اینقدر کامل، اینقدر با درایت، اصلا خدا همه چیزو بر تو تموم کرد. بیا تو ببین، بیا تو، بیا تو قربون اون شکلت برم که مادرم نداری، دلت پر از درده. بگو ببینم چی کن بابا، چطور شد این دفعه؟ حرف زدم بابا، اصلا همه چی حل شده. میدونم باش حرف زدم، مشکلی نداره. عالی عالی. چیه؟ سلام سارا جون. ماما این اینجا چی کار میکنه؟ عیبه مادم، آشتی کنم. بیا تو مادم، مادم منت کشی. حرف نزن سارا، زش نیست. بگو ببینم چی شد بابا، چی شد ها؟ هیچی، رفت. انقدر حالش خراب بود که نگو. میترسم این بس سکته مکته نکنه، خیلی حالش بد بود. خدا نکنه مار افعی دو سر بزنه اونو که زبونتو از وسط دو نصف بکنه. چقدر تو میگی سکته، خدا نکنه. یاد بگیر دیگه، نصف سن تو رو داره. شما برین دنبال زندگیتون، من بمونم تک و تنها اینجا. مادر جان نمیدونی من چقدر بدبختم، نمیدونی من چقدر بدبختم. چرا انقدر خودتو اذیت میکنی مامان آفا؟ چیکار کنم عزیز دلم، چیکار کنم، چیکار کنم؟ به دانیالم یه زنگ میزنی؟ کی؟ دانیال. اون وقتش آخه چیکار کنم؟ اینجوری بی جنبه اینا، اصلا به جوانای امروزی دو کلوم نمیشه، یه حرف زده میشه بهشون خندی. دلم هم نمیاد دعواتو بکنم دیگه، از ما سه نفر بدبختر هست. گریه کنی، گریه کنی به بدبختی خودم. بیر تو بغل من گریه کنی. بیا خدا چه بدبخت. بیبگیر بیبگیر چه سنده بیشتی داشتیم ما سه نفر، چه سنده بیشتی داشتیم. بده به من سارا، بده به من. تونستی کاری کنی؟ باشه باشه. شیر یاروبا جونم
ببین صدری، من الان شیر شیرم. چی داره؟ آره. همچی زیرا به این یونس بدبخت زدم که اگه سرنگه هزار تا دختر کور و کچلم داشتا یه دونشم بهش نمیداد. دمت گرم دست مریضات، ایول خوشم اومد ازت. هرچی از این سرنگه اگه دور بشیم به نفعمونه. رسو ناراحتی؟ اخو میدونی بعدش با آفاق دعوام شد، مجبور شدم از خونه بزنم بیرون. دعوا نمک زندگیه، مگه ندیدی من مشید فقط روزی 7-8 رو نمک میرکدیم رو زمین؟ آخه سعدی جون تو این 30 سال حتی یک بارم اینجوری با آفاق دعوا نکرده بودم. تفلکی بد جوری دلش شکست. زنها فراموش کارن، امروز بهانه میگیرن دعوا و نمیدونم غر میزنن، فردا به مزی که بفهمن قضیه چه قراره قربونیت هم میرن تازه افتخارم بهت میکنن. یواشتر به سر بیدار میشه صدامو نمیشنوه. پاشو بیا کارت دارم. همینجا بگو. به چونی تو اینجا نمیشه. پاشو پاشو. پسره چشه؟ چطور مگه؟ به جون تو امشب سوالای عجب غریبی میکرد. من میگم بوی چیزی نبرده؟ نه بابا، این قضیه 5 میلیون کاملا بهش گفته هوایی شده، بوی پول مفت به دماش خورده. به جون تو مشکوک میزنه؟ میگم جون تو. حالا کارت همین بود؟ نه بابا، میخواستم بگم که فردا باید بریم سراغ پولا. به جون تو پولا رو میخواد چیکار؟ نه بابا حواست کجاست؟ میخواییم پولا رو بیاریم برای خرید چیکا دیگه؟ این حماقت سطری، این فتوی بو ببرا، این آدماشو میفرسته دنبال ما، تعقیبمون میکنه، میفهمی پولا کجاست؟ بابا لو میریم. به جون تو فکری اونجاشم کردم، فردا که بقیه سامدارا اومدن دفتر، خب در مورد خرید چک آخاز فتوی صحبت میکنه، ما به بهانه چیز پول سویج ماشینشو میگیریم و میریم ماشین خودشو. این دیگه نمیتونه بیاد دنبالمون دیگه. در مورد آدماشم نگران نباش، من چی توی قافگی میپیچونیمشون. کی بود؟ با این ماشین گر رازش مثلی که مغز خر خورده. چی شد؟ چی شد؟ هیچی بابا، ناراحتم. تو جیب ما رو نزن، ناراحتت پیش کشید باشه. الا حتی برو گم شو بیا خونه. مادر ما رو با این هم دردش. قشنگی نکردیم با این مهمونای بنده خدا، بدون تحقیق بدون پرسجو همینطوری. اصلا شما از کجا میدونی که اردشیر حرف راست میزنه؟ آب پاکی ریختی رو دست این بنده خدا پشتم رفتن، درست بود؟ خانم شما نگران چی هستی؟ مگه پرستو و بچهش تو این خونه مشکل دارن؟ نه خیر، پرستو و بچهش هیچ مشکلی فعلا ندارن، ولی دو روز دیگه که ما سرمونو گذاشتیم زمین، تکلیف این بدبخت چی میشه با یه بچه؟ آخه دیگه پشت و پناهی داره، چی کار باید بکنه؟ خانم من کار خودم خوب بلدم، من نمیتونم بیگدار با آب بزنم و همینجوری تحقیق نکرده دخترمو بدم به یه جوان برداره ببره. من اول باید راجع به این پسرها و اردشیر تحقیق کنم، اگه به نتیجه رسیدم و مشکلی نبود خودم بهشون زنگ میزنم میگم پشیمون شدم بالاشون بیاد. شما همیشه من هر چی گفتم برعکسش عمل کردی. تو همینطور حرف خودتو میزنی حامد. بله. فردا باید با همدیگه بریم شرکت این آقا اردشیر. آدرسش بلدی؟ حدودی میدونم کجاست، ولی اگه دقیقشو میخواین میتونم زنگ بزنم از سارا خانم بپرسم. زنگ بزن، زنگ بزن و آدرس ازش بگیر. باشه چشم. یونس. تزول تزول تزولتر. یعنی چی؟ دم در کارت دارم، برو ببین کیه. ما
مادر من میبینه که من خستم داغونم، میرفتی میگفتی نیست. آخه برای چی بگم نیست، این همه راه بچار زحمت کشید اومده. خیلی خب، حالا کی هست؟ پرسو خانمه دیگه، اومده با هات حرف بزنه. پرسو اینجا چی کار میکنه؟ من چی میدونم، میخوایم برم بگم خوابه. نه مادر من، فقط کاش یه تعارفی چیز میزدی. تعارف زدم، گفت عجله دارم میخوام برگردم، برو ببین چی کار داره. همینه، میبینی عشق چی کار میکنه، طرف سینه خیس تا اینجا. آره ترکتورت قشنگه. یعنی چی؟ هم زبانت قشنگه، خوش زبانت قشنگه، برو ببین چی میگه، برو گم شو دیگه. یعنی برو گم شو. سلام پرس. سلام پرسو خانم، این برای این موقع شه؟ اومدم در خونتون، سر کوچهتون خونه نبودی. راستشو بگو کجا رفته بودی؟ به خدا رفته بودم خواستگاری، یعنی به هم خورد، به امرتون. خواستم بهت بگم که من اساس خونمو گذاشتم تو حیات، اگه بارون بیاد و خیس بشه باید خسارتشو بدی. به من چه رفتی داره؟ من کارشناس هواشناسی هم، گفتم بارون نمیاد. به تو چه رفتی داره؟ دو سه هفته است که قول داده بیای خونه اتاق من رو رنگ کنی، هی امروز و فردا کردی. آخه بابا جون، آدم باید حرفی که میزنه رو قولش وایسه. من یادم رفته بود پرستو خانم. ببینم نکنه که عاشقی. کامل نه، یه خورده ای الان گشنگی نکشیدی عاشقی یادت بره. من فردا میام خونه رنگ میزنم، ببینیم و تعریف کنیم. خداحافظ، شبتون بخیر. ماما کجایی تو؟ اینجا حرف زدیم میگم. داشتیم؟ چی داشتیم؟ من فکر کردم پرستو دختر آقا مرتضاست. این که خب همینم پرستو همسایه در کوچه‌مون بود دیگه، سر کوچه‌مون. چرا اخمت انداختین؟ فکرت رفته بشی اون دختره؟ مره با گندی که امشب زده شد و افتضاحی که به بار اومد، فکر نکنم که آقا مرتضی دخترشو دیگه اصلا به ما بده. به جهنم این همه دختر، خودم میگردم یه دنه خوبشو پیدا میکنم برات. نمیخواد مادر من، انگار داغ بیزنی و تنهایی به پیشونی ما خورده، قید زن زندگی زدیم ما. یعنی اینقدر به اون دختره عاشق شدی؟ خب انقدر که نه، ولی یه آره دیگه، همونی بود که میخواستم، روم نمیشد جلوت بگم. ناراحت نباش، خودم یه دنه دختر پیدا میکنم از پرستویم خوشگلتر باشه برای. نمیخوام مادر من، پرستو دیگه برای من مرد، قاتلش کی بود؟ همین اردشیر. لیرکس تر چی بود تو این حوض؟ قلم مویه رو شسته بودم، یه خوردم آب وایتیس ریخته بودم که چاواز کن بشوره برداره بره. چه کاری بود کردی مادر من؟ یه بارکی بگو منو کور کردی رفت. من درست حرف بزنا. یه سرده مادر من، این چه چشم سوخت، دست سر من بردار، میخوام امشب تنها باشم. بلم کن دیر من نده. ایشالله جوان مرگ بشه، زمین بخوری، هوا بری، ندونی دیگه کجا بری. برته بابا یواشتر، مرد سفیدشو میسوختم. این دیگه کیه؟ اردشی کجاست؟ میخواستی کجا باشه؟ خوابه دیگه. مرد سفید الان موقع خوابه مگه؟ بابا دیشب با زن و بچهش بگمگو کرده، به جون تو تا صبح داشت اینجا قدم میزد. عیب نداره، دعوا نمک زندگیه، پولاری که بگیره یادش میره. اردشیر، های شمشیری، ایشه چرا خواهید نمیزن یه چود بخوابین؟ با من تازه خوابم برده بود. مرد حسابی، دو ساعت دیگه همه طلبکاره میان اینجا حسابشون رو بگیرن، تو گفتی خوابیدی؟ طلبکاره به من چه؟ به من ربطی نداره، قراره با طلبکاره خودت باید صحبت کنی. اینجوریه؟ تازه خوابم برده بود. آره اینجوریه. چه خبره بابا؟ میشنوه کی؟ بی خود ایست و پوست نکنین، من همه رو شنیدم. این قضیه بخور بخور چیه؟ این اینجا چیکار میکنه؟ اینجا شرکت بابامه. به تو چه؟ تو چجوری اینقدر فضولی؟
اومده پیش باباش تنها نباشه، اشکالی داره؟ خب بابا اومده پیش باباش دیگه، برو برو دانشجو بشین محل صبحونه رو بیارم. برو بس عوض نکن، این بحث بخور بخور که داشتی میگفتی این چی بود؟ کله پاچه است دانیال جان، کله پاچه. به جون تو پوتوی عوضی کله پاچه کرده بود، گفتیم حالا که تو اینجا هستی بشینیم یه کله پاچه درست حسابی بخوریم دیگه، مگه نه ناصر جون؟ چی ها؟ آخه چی کوفت زهرمان، مگه تو نگفتی معدم سوراخ شده من صبحونه نخوردم؟ آره منم شنیدم گفتی. آره آره الان کله پاچه خیلی میچسبه. جدی به کجا میچسبه؟ آچم کو کله پاچه. آه تو جیبمه. دانیا جو باید بری بگیری دیگه. من برم بگیرم؟ من برم بگیرم؟ خب چشش کور خودش عوض کرده داره معده‌اش سوراخ میشه بره بگیره. نه دیگه تو کوچیکتری میری میگیری. بیا بیا. من پول بهت میدم. مهمون منی همتون. بیا. تا بذار جیبت بذار جیبت قلم بشه از آقا جونم میگیرم آقا جون. بگیر پسرم بابات پول نداره. نداری؟ من و بابا نداریم. بگو واسه من آب مغز بذاره، دو تا شش من بذاره قایم شی. هر سلسله جوال نمک. یه برو دیگه دانیا جون، برو الان تموم میکنه. پولتو میدم ها. اومدی ها؟ چهار تا پاچه یادت نره اضافه، چشمم اضافه بگیر. بگو مال شرکت سامیه یا بابا چی کار داری تو بابا؟ این با این بچه ای کل کل میکنه این سینجی. چیزی نگفتم تو میفهمی دیگه. ای بابا من میخورم آقا. چشم من میخورم، چشم خوشمزه است من میخورم. چشم نمیخوام بخورم. من کوفریامو کردم دیدم این کفشام با آسفالت حساسیت میده، جوش میزنم. من شب سه چهار تا کوچه پایینتره. ما ناشتارا گفتیم چیکار خوش بره بخره. ماشین زیر باشه دیگه. آه اینو زودتر بگو. اصلا بلشون آقا، قید کله پاچه رو میزنی. بار کله. دیدی من همین رو میخواستم. اون صدی اصلا قضیه کله پاچه نیست، ما رو دور میزنی. بگیر از چی میگیم بخور بخور چی ما هم بفهمیم چیه. بابا پسر تو چی میگی؟ بگو دیگه. بده من بابا. تو اینو ماشین رو بده. این بچه نمیتونه، پاش جوش میزنه. رانندگی بلده؟ رانندگیش 20ه. بیا دانجون سه شماره برگشت. یا برو دمیدگر. بنزین داره؟ آره بابا داره، روغنم داره. برو بده یه پولو بگیر که فقط زود بیا. دانجون زود بیا، این معده من یه خورده خرابه وضعش. ببین این پسره بخواد اینجا باشه شر میشه، گفته باشم بهتون. سلام باشی. آرتو خوبه؟ من برای امر خیلی خدمت رسیدم، اومدم در مورد این آقای یونس از بچه محلاتونه. بله. میخواستم چند تا سوال ازتون بپرسم. چلا بادرم همشو خوبه؟ برای اونجا بادرم مخواه بیا اینجا. خودم چی مخواه؟ گفتم نون مخواه. گفتم نون ندارم، دو بور مخواه. بور ندارم ببربو 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 چی مخواه؟ بچه خواه همه خوبه، همش خوبه، اونجا خوبه، اونجا همش خوبه، دستو بلالتونه، هی مامو به قلب و بادلم خوبه، همیز جا؟ میای اینجا. پدرم میگه یونس نونش از من میگیره، هر وقت هم میای اینجا پولم زیاد میده به من. آره این اهل محلم زیاد میشناسم من. خب خوبه، این آقا یونس چه جور آدمیه؟ آدم خوبیه؟ بده؟ بله 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 خوبه، همش میپ به قلب و به قلب و بادلم رو هشیم خوبیه، بادلم من با بچه ها دوت علیه همشی میان بچه داره میان اینجا بچه بسود بتونه همه میان اینجا بیش منه. بله چی میگه؟ پدرم میگه یونس پسر خوبیه، اهل زندگی، جون میده واسه خانوادهش، بعد زیادم اینجا میاد، ای میاد نون میگیره، ای میاد نون میگیره. آه مادرش چی؟ مادرش زن خوبیه؟ بله 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 بادل خوبه، خوب عشیم خوبه. چرا بادل خوبه؟ عده در نزن اینجا نه بادل بیش منه. بله خوبه. بله چی گفتم؟ پدرم میگه مادرش خیلی زبر و زرنگ، خیلی هم باهوشه. بله خیلی هم باهوش. خب دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. زحمت دادم بهتون، قرمون شما هم برم. آقا سلام. سلام آقا، خوش اومدین. قربون شما برم. آقا من می‌خواستم در مورد یکی از این بچه محلاتون برای امر خیلی آقا یونس
شما کجا میدونید؟ آه هیچی، همین جوری گفتم. تنها کسی که اینجا مجرده فقط آقا یونسه. خب این آقا یونس شما چه جور آدمیه؟ آقا دست رو خوب آدمی گذاشتی. بله. بچه سر به راه نجیب، پاک، بی قلقش، فقط یه خورده بگینگی عصبیه. طوری شده؟ نه بچه آرومیه، حرف آخری که زدم فاکتور بگیر. پس شما تاییدش میکنید؟ آره آقا، من خودم تاییدش میکنم. خواستی اصلا خودم ضمانتش میکنم، مشکل نداره. دست شما درد نکنه. به سلامت آقا، خوش اومدین. رفت؟ آره بابا رفت. بیا برو ببین جبران میکنم. جبران نمیخواد بابا، حسابتو بیار بده. حساب چی داریم بابا؟ خالق ازی اومده پفک و تخمه اینا گرفته واسه فوتبال. اونا رو بیار پولشو سریع بده. ندهش دیگه، هرچی میاد چیکار کنم؟ خب میاد واسه فوتبال میگیره دیگه. من کی حسابم عقب افتاده که دفتر بمب باشه؟ آقا حسابتو سارا، آفاخ، اردشیر جان، سلام دایی. سلام نمکتون، الان وقت شوخی کردنه. سلام داداش. سلام آفاخ، خوبی؟ خوبی؟ مرسی. چیه؟ دانیال خوبه؟ الحمدلله. اردشیر جان کجاست؟ هیچی، دست پوسته، اونم خوبه. چطور؟ میخوام حالشو بپرسم کجاست؟ خوبه، چی کارش داری؟ هیچی، میخوام باهاش صحبت کنم، بگم من چه گناهی کردم که توی بیوجدان باید بیای اینجوری آتیش بزنی به زندگی من. چرا دایی داد و بیداد نکن؟ دیشب تا نصف شب مامان داشت با بابا دعوا میکرد. آره اینقدر حرف بد زدم کف آوردم خودم خسته شدم. بگذر، من کاریش ندارم. میخوام چش در مقابل چش، دماغ رو بروی دماغ، بایستم باهاش صحبت کنم، بگم من چه گیزومه تری بهت فروختم. مشکلت با من چیه؟ هیچی، من مشکلی ندارم با تو. هیچی، تو رو نمیگم، اردشی رو دارم میگم. لای آفاق واسهت بمیره، تو الان عصبانی هستی، همون گیزر مغزتم از دست دادی. الان میری اونجا، یکی تو میگی یکی اون میگه، میفتی به جون هم و وقت قر بیار باقالی بار کن. من چه خاکی به سرم بریزم؟ آفاق قیافه منو ببین، از دیشب تا حالا خواب به چشمم نیومده. معلومه از چش اینجوری شده چشماش. سه تا قرص آرام بخش خوردم. نترس، دست روش بلند نمیکنه. همون دیگه، آرام بخش خوردی، دست بلند نمیکنی، با پا میری. صدا تو نکشی رو سرت یه بار. پایین صدا باهاش صحبت کنم خوبه اینجوری؟ یه ذره پایین تر. خوبه. پایین تر بهتره. تموم شد و رفت. الان اردشیر کجاست؟ بیشتر دعوا کردن رفت شرکت. تموم شد رفت شرکت. پوست تو میزنم اردشیر. میکشمت. ان شاء الله. چون بهش مرد خواهر وایسا وایسا. ای درد، ای درد، ای کوفت. بابا دهنم من دست شماها چیکار کنم؟ یکی میزنی. وایسا. جونم ماما. الو دانیال مادر، تو کجایی؟ دانیال شرکتم، چطور اگه؟ خب ببین همونجا واسه اجا تکون نخورم. برای چی؟ هیچی دیگه، دایی داره میاد اینه، یه گاو خشمگین اونجا داره میاد اینجا؟ میاد اینجا چیکار؟ ببین دانیال چی دارم بهت میگم، دو تا چش داری شیش تا دیگه هم قرض کن، درگیر نشن به هم دیگه، رسوایی بار میاد. باشه، من حواسم هست. زنگ بزن من خبر بده. خداحافظ. چی میگه؟ چی میگه؟ صبر کن بهت بگم چی میگه. داداش درق واسه چی؟ درق واسه اونو بودشم هوا بخوره. آقای مهده سوراخ گله باچتون. دست مریضات، بیا یا فوتو اینقدر غور نزن، اومد کلپاچه. آقا جون من دارم میرم. کجا؟ مایی خود نمیخوری؟ نه من نگران مامان شدم، گفتم من سر بهش بزنم آقا کم کسی چیزی نشه باشه. کار خوبی میکنی پسرم، منم نگران مادرتو، قربونت برم. اونجا رفتی یه زنگ به من بزن، حال احوال مادرتو به من بگو. چاش چاش قربونت. سرکار الیه، این سویچ ماشینه، تو ماشینت خیلی لگنه. بیا اردشیر به این پسرت بگو با من کلکل نکنه. مرد رو رفتی عروسیشو به هم زدی، اون وقت توقع داری قربون صدقت بره؟ آقا بی خیال این حرفا، بگیری بشینی کله پاچه رو بخورید. این کله پاچه معرکه است، من عاشق گوشت تو است خودم به جون تو. آقا من با سامدارا یه جور قرار بشم تک تک بیان اینجا. چرا؟
واسه اینکه تکیبیان راحت‌تر میشه باشون کنار اومد. با هم که میان یکیشون که بگه نه بقیه هم میگن نه. عجب مغزی دارم. منو میگی؟ نه با گوسفندو میگم. ولی من خیلی خوش آمد. از مغز گوسفنده؟ نه از تو، از مغز تو. اصلا فکرشو نمیکردم اینقدر باهوش باشی. بس دیگه بابا، باشو دیر شد، باشو باید بریم. منو میگی؟ نه بابا اینو میگم. اون سویچ ماشین تو بده. من؟ تو که ماشین نداری، اینو میگم. کجا؟ بده من سویچ ماشین رو برای خرید چکا باید بریم پول بیاریم. نه دیگه نشد، سامدارا که رفتن با هم میریم. بابا سامدارا بدون پول که از این در نمیرن بیرون که، حرف میزنی ها. همینی که گفتم، وقتی رفتن ستایی با هم میریم. من دیگه سرم کلا نمیره. کلا کدوم مرد حسابی؟ تو چه که برگشتی از ما داری؟ هرکی جربمونم الان دو جیبته، هر آنی ما رو میتونی بندازی زندان. چیکار کنیم؟ بریم یا نریم؟ خب سویچ بده بریم دیگه. بری دیگه. نگاه میکنه درون دیگه. بریم ولی دو ساعت دیگه باید اینجا باشین ها. خیلی خب این طرفی که نمیشه هستیم. دست درم کنیم. باشو باشو. الان آقای کوتویی سریع بیا جلو شرکت، اینا دارن راه میافتن. چشم آقا رو چشو چالم. حواستو جمع کن گمشون نکنی. خیالت راحت، این همون سایه دنبالشونم. اومدم. میکشمت با زندگی من بازی میکنی؟ ببین دست به من بزنی آزاد شکایت میکنم. سب کن دست بهت نمیزنم. به شرط که بلنشه بیاد خونه آقا مرتضی بگه همه حرفایی که اون شب زدم دروغ گفتم. خیلی خوب خیلی خوب. ببین داد بزنم آبرسیت میبرم آبرس منو میبرم. آی آی آنور کمک آروم باشه کمک. مگه اینجا چکار داریم؟ فرداش بزن بزن ما چش کنم. اردشیر منم مخلصتم. خیلی خوب شده. هیچی نبا داشتیم شوخی میکردیم. اره شوخی میکردیم با مشتل اگر خوبی جاسر. خب جاسر من که از اول به شما گفتم این آقا یونس قاطی داره دیوانه است. من دیوانه هم؟ من خجالت بکشه تو ملعه آم. من به احترام شما هیچی بهش نمیگم. خواهش میکنم آقا اردشیر آسر جاسر چشم جون اون مادرت به حسابت مسلط باش. با این کارا هم وضع خودتو خراب میکنی هم وضع منو. من که آروم داشتم باهاش صحبت میکردم. این آروم بود؟ آره به خاطر اینکه حقمو میگیرم. با زندگی من با دروغاش بازی کرده. عزیز من شما تو خانوادهتون یه دانیال دارین که برای از بین بردن آبروی 700 تا خانواده بسه. شما دیگه مثل اون خفه بابام چجوری قضاوت میکنه؟ کی همچی حرفی زده؟ همون شب خود بابات تو خواستگاری. آقا جون از من نشنیده بگیر. ولی بابام هنوز داره راجع به این موضوع فکر میکنه. دروغ داری میگی؟ برای چی باید دروغ بگم؟ نه دروغ میگی دیگه. دروغ جمعه شوخی دارم با تو دارم راستشو میگم دیگه. البته من چون بازنشسته شدم نمیتونم وارد کارهای اجرایی بشم. ولی دوستان خوبی که دارم اونا به یه جای خوبی رسیدن. دستشون درد نکنه. میتونید بفرمایید به چه جاهایی رسیدن؟ بله بله به جاهای خیلی خوب. اومدم خبرهای خوبی بهتون بدم که حتما 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 خوشحال میشید. بله حتما ممنون میشم. اگه خبرهای خوب چی هست؟ بله بله چیه جان؟ خدمت شما عرض شود که دوستان من و همکاران من تونستن رد کلاهبردارهای واقعی رو بزنن و به امید خدا به زودی زود دستگیر میشن. دستشون درد نکنه من. یعنی جناب سرهنگ میفرمایید که یعنی تونستن شناسایی بکنن کلاهبردارا رو؟ بله تونستن شناسایی بکنن. ولی کلاچا خوب شد نه؟ بله و تقریبا یه سرنخ‌ای رو به دست آوردن. به یه قدمیشون رسید. میشه بفرمایید چه سرنخ‌ای؟ من اطلاع دقیقی ندارم
ولی همکارانم میگن که اون آدمی که پولا رو از حساب اون شرکت قلابی روی کاغذ برداشت کرده شخصیه به نام مسعود دلدار. میشناسینش؟ من تو میشناسی؟ من نه، به جون تو نه، من اصلا به جون تو تا حالا من افتخار آشنایی با ایشونو نداشتم. منم نداشتم. به جون تو جناب سر اصلا ما همچین کسی رو تو شرکت نه. خیلی خوب، خیلی خوب، کاملا طبیعی. چون این آدم اصلا وجود خارجی نداره. اون حسابای خارج از کشور و اینها همه قلابیه. و این آدم حتما خودیه، تو شرکت شما رفت و آمد داره و در تمام زیر و بم شرکت شما وارده. میبینی؟ میبینی؟ جناب سرنگ چقدر داری میشکافی قضیه؟ جناب سرنگ واقعا دستتون درد من از کمک ها و حسن نیت شما خیلی تشکر میکنم. واقعا دست شما درد میکنم. یه خواهش دارم جناب سرنگ، خواهش میکنم شما خودتون رو به خاطر ما تو زحمت نندازید. نه خب چه زحمتی، چه زحمتی، من فقط اومدم این مدارک شرکت، اساسنامه، این رسید واریز پولا رو ازتون بگیرم بدم به دوستانم تا کار قانونیشو پیگیری کنم. جناب سرنگ گفتن یه آقا اردشی گفتن شما چیز دخالت نکنید، یعنی اذیت میشید، مریض هم هستید. میتونید جناب سرنگ یه چیز واقعیتش میخوام به شما بگم. ببین اصلا ما قید این پول زدیم. بله جناب سرنگ. چرا خسته شدیم جناب سرنگ؟ البته یه مقدار از دوست و آشنا یه پول قرض کردیم که بتونیم شاید یه سری که باهاش بدهیامون رو صاف صور کنیم دمشه بره. این چه دوست و آشنایی که این همه پول به شما قرض میده که شما همه حساباتون رو تصفیه کنید؟ رفیقمونه، رفیق چند سالمونه. ببخشید جناب سرنگ، من میخوام خدمتتون عرض کنم آخه به شما چه ربطی داره؟ بله شما ربطی به شما چه ربطی یعنی داره؟ برای شما زحمت و هر چیزی شما دخالت میکنید. کی به شما گفته که دنبال این گرفتاری من بیایید؟ آقا نمیخوام، تو رو خدا نمیخوام. یعنی چه؟ خود شما خانوادتون از من خواستن که کمکتون کنم؟ زن و بچه‌ام بیخود کردن، غلط کردن که گفتن. جناب سن اگه من نخوام دختر به شما بدم کیو باید ببینم؟ آی ایو اناس بابا من دردمو بگیرم. یعنی چه آقا مثل شما حالتون خوب نیست؟ بله حالم خوب نیست. من که زندگیم رو حواس، زن و بچه‌ام در بدرم. من یه بار به خاطر شما با زنم دعوا کردم، الان در بدرم. بعد آقا اردشیر چی شده؟ به من بگین چی بشه؟ آقا بسر درسته که من از اسب افتادم ولی از اسب نیفتادم. توجه میفرمایید چی میگم؟ بله ولی اون اسب هنوز سر جاش، هر آنی ممکنه من سوار شم تاخ برم وزنم خوب بشه از شما فاصله بگیرم. میدونی یعنی چی؟ نه. یعنی اختلاف طبقاتی. یعنی من واسه این یه دونه دخترم آرزوها دارم، به هر کسی نمیدم، به کسی میدم که کس باشه. یعنی چی؟ یعنی ماشین شخصی داشته باشه، خونه ویلایی داشته باشه، پول بانکی داشته باشه. دارم دارم. نه از اینا که تو میگی دارم دارم، نه از اونایی که دهن پر کن باشه. عزیزم تو هیچ کدوم اینا رو نداری. پس بنابراین از این راهی که اومدی برگرد، پشت سرت هم نگاه نکن. ببخشید جناب سران، بریم بریم. یعنی چه این حرکت ها چی آقا انجام میدی شما؟ آقا اردشیر چرا روز اینجوری بود؟ نه شما دلگیر نشین، از دست من عصبانی بود سر شما خالی کرد. در صورت جناب سرنگ من غلام شما هم ایشال بعدا خدمت میرسیم. اشکال نداره، بیا بریم آمد. خداحافظ. تو شانس ما رو میبینی؟ اگه از آسمون گل بباره گل میشه رو سر ما خراب میشه. ببینم این پسرت اینا رو کجا گیر آورد جون من؟ چه میدونم بابا، حالا چیکارش کنم؟ من الان نگران این سرهنگم. بابا خیلی باهوشه، هم باهوش هم بدپیله، دیگه رسیده به یه قدمی ما. بی خیال این حرفا، تا این بخواد کاری بکنه کار ما تموم شده. جون تو کاری هم که با این پسرتو کردی به جون تو دیگه پاش گوششو نمیبینه. عجب چی میخندی؟ یونسر میگم اگه امروز به موقع نمیومد ما دیگه بهانه برای شلوغ کاری نداشتیم. خیلی به موقع اومد دیدی؟ جون تو به پا بر ما گذاشن سرهنگه؟ یونس فوتویی جون تو فوتویی؟ برد نگرد بابا، نباید بفهمه ما دیدیمش. این ها کس، من میدونستم این کاره میکنه. جون تو باید از شرش خلاص شی. چجوری صدری؟ چجوری آخه؟ بهت میگم.
باش. کجا؟ مگه مسافرکش نیستی؟ معلومه که نیستم. بابا برو پای من. سر کدی بس واسه چی وایسادی؟ وایسادم که وایسادم، دوست داشتم که وایسادم. الو. الو آقا، اینا هم جدا شدن، کدومشونو تعقیب کنم؟ یعنی چی؟ صدری با ماشین شما رفت، اردشیر خانم وایساده کنار خیابون. دنبال کدومشون برم؟ برو دنبال اردشیر، چشم ازش ور نمیداری. شش چی شو؟ مگه مسافر کشی نمی کنی؟ معلومه که نمی کنم آقا، برو پایین آقا. باشه. الو آقا، دست درد نکنه دیگه. اردشیر خانم وحیده پشت موتور، فکر من مسافر کشم. بزنم مالشو بگیرم ها. تو بیجا میکنی، مرغ با پای خوش اومده و قفس میخوای بپرونیش، هر کجا خواست میبریش ها. اینجوری هاست؟ چش چش آقایی، راستی نگفتی مسیرت کجاست؟ تا کوه نور چقدر میگیری؟ کوه نور رو که نمیدونم کجاست، مزنش هم نمیدونم چنده. در تومن خوبه؟ زیاده. دیوونه، مگه داری میری شمال؟ بگو سه تومن. چون خوب پریدی پشت موتور رو باید حال کردم، سه تومن دیم جونه نزن. حال کردی بس. بله بس بزن بریم. بپر بالا. ببین هر کجا خواست ببرش ها، فهمیدی؟ ببین پسر خوب، مسائل اینجوری که من و تو فکر میکنیم نیست، خیلی پیچیده تره. من بهت قول میدم اینا یه ریگی به کفششون بود که اینجوری با ما حرف زدن. همه چی خراب شد. عیب نداره، تو هر شهری یه خیری هست. بیا دست شما در... ببینم شاید اینجوری بهتر باشه. همه چی خراب شد حامد. اگه من بهت ثابت کردم که اینا یه کاسه زیر نیم کاسهشون هست، همه چی خراب شد. حاضری دست از این دختره برداری؟ همه چی خراب شد. زهر ما رو همه چی خراب شد. من یه سوزنه دیر کرده. میگم حاضری دست از این دختره بکشی؟ چه؟ چرا داری من رو نگاه میکنی؟ همش تقصیر توه دیگه. اگه تو حواست جمع بود، کولت تو فرودگاه با کوله این پسره عوض نمیشد، الان تو خونمون نشسته بودیم، راحت داشتیم زندگیمونو میکردیم. خب منم واسه همین میگم همه چی خراب شد دیگه. اصلا تو برو فکر کن ببین همه چی خراب شده یا نه. منم میرم فکر کنم ببینم این سرنخایی که گیر آوردم میتونم به هم ربط بدم یا نه. باش من فکر میکنم، ولی شما دیگه بی خیال سرنخا بشین. چرا؟ چون همه چی خراب شد. تو اصلا حالت خوب نیست، برو بابا. خب معلومه حالم خوب نیست چون همه چی خراب شده. قربونی دستت. ببین من یه کار کوچولو تو این پاساژ دارم، یه دقیقه منتظر باش، من میرم برمیگردم. چیز میزی لازم نداری که. نه دست درد نکنه فقط اگه میشه سریع‌تر. باش. آقا داشت شرمنده، یه دقیقه میای. این پاساژ در دیگه ای هم داره؟ نه آقا فکر نکنم. تو شهرمون صد تا کوچه، تو هر کوچه